دولت انگلیس تعلیق فروش اسلحه و مهمات به عربستان سعودی را نپذیرفت. برخی نمایندگان مجلس این کشور به دلیل حملات عربستان به غیر نظامیان یمنی این طرح را ارائه داده بودند. بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس با صدور بیانیه مشترک با وزیر دفاع، وزیر توسعه و وزیر بازرگانی پایبندی به تعهد فروش اسلحه به سعودی ها را مورد تأکید قرار دادند. آنها در بیانیه خود اعلام کردند که معیارهای عربستان سعودی با معیارهای مورد نظر بریتانیا درباره استفاده از سلاح‌ها سازگار است این در حالی است که کمیته‌های تجارت و توسعه بین‌الملل و نظارت بر صادرات اسلحه در پارلمان انگلیس خواستار توقف فروش اسلحه و مهمات به عربستانی ها به دلیل نقض آشکار حقوق بشر حداقل تا تحقیق سازمان ملل درباره جنایات رخ داده در یمن هستند. بریتانیا در سال گذشته میلادی قراردادی نظامی به ارزش 3 میلیارد و 300 میلیون پوند با عربستان سعودی امضا کرد که شامل فروش انواع تسلیحات نظامی از جمله پهباد، بالگرد و جنگنده های مختلف است. حمله گسترده ی عربستان سعودی و کشورهای همپیمان آن که از فروردین ماه سال 94 به یمن آغاز شده است بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد تا کنون جان ده ها هزار تن را گرفته و اکثر زیر ساختهای کشور یمن را نیز از بین برده است.